با سلام مجدد بینندگان عزیز، امیدوار هستم که برنامه امروزی مورد پسندتان قرار گرفته باشد. اما تو که با شما عزیزا گفتیم که ما یک مهمان بسیار ورزیده و شخصیت سپورتی و ورزشی داریم که اسمشان هست گراند ماستر اکبر حیدری صاحب در برنامه داریم که افتخارش داریم که اینا در برنامه کمان رستم آمدن. میگن که انسان‌های بزرگ همیشه وقت سبب رشد و انکشاف یک ملت میگردد که ما افتخار میکنیم که همچنین سال‌ها را در قالب مربی خود میداشته باشیم. ایشان یک مربی، یک شخصیت ورزشی، یک شخصیت فرهنگی کشور ماستند. افتخارات زیاد را به مملکت ما آوردن. ما شما را سلام میگیم و خوش آمدین به برنامه کمان رستم. استاد حیدری خوش آمدید. قربان شما، لطف کردین. سلام و احترامات خدمت شما نجیب جان، نجات جان عزیز و کارگران تلویزیون وطن ما تقدیم می‌دارم. جان سپاس می‌کنم از اینکه از ما دعوت کردن و ما بیایم صحبت داشته باشیم بر ارتباط ورزش و ورزشکار. و چنانچه که تلویزیون وطن ما همیشه با فدراسیون ورزش افغان و ورزشکارا خدمات زیاد کردن، مخصوصا در بخش کارهای ورزشی ما همیشه ما مدیون و ممنونشان هستیم و واقعا تلویزیونی خوبی هستن و همیشه خوب میدرخشن و ورزشکارا همیشه خاطرات خوشی از تلویزیون وطن ما دارن و ما به ما افتخار است که بازم ما میایم با شما نشست دارم و صحبت در ارتباط ورزش هستم. ما در خدمت هستم و جان سپاس میکنم از بینندگان شما که ما را می لحظه میبینن لایف و امیدوار هستم اگر سوال جواب باشه بر ارتباط ما در خدمت هستم و براتون سوال حتماً. چرا سوال در برنامه استاد محترم و نجیبه جان؟ فکر میکنم که آغاز سوالایی که نام خدا بسیار سوالا است در بخش سپورت و ورزش از استاد محترم حیدری. استاد عزیز، یک استاد هستن که ما واقعا برشان افتخار میکنیم. کسی هستن که بنیانگذار تکواندو در وطن ما در کانادا هستن و یک عالم افتخارات در دنیای ورزش بر ما آوردن که ورزش چیزی است که برای جوانای ما بسیار مفید هستن و اینا کسی هستن که جوانای ما را از هر کارهای منفی سوق دادن به طرف ورزش که خودش یک کار بسیار مثبت و بسیار عالی هستن. و در قسمت اول از استاد عزیز ما سوال میکنیم که شما اولین کسی که تکواندو را به افغانستان آوردن کی بودن؟ اولین بار تکواندو در سال 1973 توسط استاد آمریکایی که اسمش استاد گراند ماستر فیل کنینگام که خوشبختانه در افغانستان در سال 1973 یک سال بعد از اینکه گذشت در افغانستان اینا مسلمان هم شدن و جالب شیست که اسمشون هاشم گذاشتن. هاشم و گراند ماستر فیل کنینگام در سال 1973 در افغانستان بنیاد ورزشی تکواندو را در پانتون کابل گذاشتن که در امان زمان ما هم یکی از شاگرداشان بودم. و اون هفته پیشتر استاد دوست عزیز ما باختن یاری صاحب دیدم، اونام یکی از شاگرداشان بودن. ما عکسای داریم با ایشان یک جا و در اون زمان 1973 ما شروع کردیم و بدبختانه در سال 1975 استاد به اثر مشکلاتی که با دولت افغانستان و مسئله ویزا و گپا بود از افغانستان خارج شدن. و ما شخصا اولین کلاب رسمی شخصی در افغانستان بنیاد گذاشتم که دیگه استادایم در عین زمان کلاب‌های باز کردن و در هر ارگان شروع کردن که 4-5 استاد دیگه هم بود با ما همزمان کارهای خود کردیم. و در افغانستان چون ورزش نوی بود در تقریبا اگر بگم در مدلیست اولین بار در افغانستان افتتاح شد در سال 1973 که بعدا در ایران و روسیه و کشورهای دیگه آمدی ورزش پیشرفتهای خوبی کرد و جوانان از مثلا در یک قشر روشن فکر در جامعه روشن پانتون کابل بنیاد گذاشته شد و جوانان و معسلین در آن زمان به ورزش رو آوردن و به شکل مکتبی یاد گرفتن. به مخاطر ورزش تکواندو پیشرفت شما امروز در افغانستان پیشرفت کرده و بسیار خوب پیشرفت نمکده و مدال‌های المپیک در سال 2008 در سال 2012 گرفته. به خاطر از این شکل کتابی و مسلکی و در بنیاد که همه روشن فکرها بودن بنیاد گذاشته شد. به خاطر تکواندو تا به حال پیشرفت‌های خوبی در افغانستان کرده. ماشاءالله.
بله. نام خدا کلش از خدمات و زحمت کشی های شماست؟ همه استادا، بله. من هم یک اولین کلاب گیانه در سال 1975 بنیاد گذاشتم، اولین کلاب در داخل افغانستان. پیشرفت های خوبی در ورزش ما در ولایات نمایشات خوبی که دادیم. ورزش به شکل شاید باید در افغانستان معرفی کردیم و کار کردیم. شما چقدر شاگرد در داخل افغانستان تربیت کردید؟ در افغانستان ما در سال 75 تا بس وقتی که من از افغانستان خارج شدم به اثر کمیگی ما به اثر مشکلاتی که در روبرو شد با هم ما و در سال 83 من افغانستان تر گفتم. در آن زمان من 400 نفر شاگرد داشتم که در 5 کلاس درس میدادم خودم و در افغانستان در آن زمان 2 یا 3 کلاب یا زیاد نبود. بعدن حال ما بعدن که وقتی میبینیم در افغانستان واقعا تکواندو بسیار پیشرفتی خوبی کرده و ما میفهمیم که کلاب استاد محترم ما حیدری صاحب در کارته پروان کسانی که به همسن سال ما هستن یا کم جوانتر از ما هستن اونا حتما آدرس کلابشان بلد هستن و همیشه در این کلاب مراجعه میکردن تا که چانس برشان برابر شود که تحت نظر استاد محترم حیدری سپورت یا ورزش تکواندو را به پیش ببرن. و از اون شخصیتی که شما یاد کردین که اسم خدا به آشم تبدیل کردن، شما هم شاگردش بودین؟ من شاگرد استاد فیل کنینگم که شما آشم میگیم، ما شما شاگرد مستقیم از اونا بودم. در آن زمان بر معاصلین پانتون بود که من هم در آن زمان صنف نوع مکتب بودم و استاد علاقه مندی که نشان داد، چون ما و برادر ما خدا من مغفرت کنه فوت کرده چند سال پیش، ما همچیره بودیم بسیار نزدیک. استاد ما علاقه مندی به خاطری که ما رو فکر میگه توینز هستیم، جوره هستیم و بسیار علاقه مندی نشان داد و ما صنف نوع و برادرم صنف ده ما رو جذب کرد و از این خاطر چون ما وقت زیاد داشتیم، متعلم مکتب بودیم دیگه، معصیلین بودن زیاد سر ورزش تکواندو فکر کردیم. ورزش نو بود و پیشرفتش و ما امکانات زیاد به خاطر زیاد بود که وقت زیاد داشتیم، متعلم مکتب بودیم، وقت زیاد داده سما بود و کار پیشرفت ما خوب بود در تکواندو. خب در اون زمان که شما شاگرد از اونا شدین، تشویق فامیل در قسمت شما چی بود؟ فامیل همیشه، فامیل ما همیشه در قسمت تحصیل و سپورت همیشه علاقه منی زیاد داشت. مثلا پدرم و برادر بزرگم همیشه تشویق میکرد که اولین بار برادر بزرگم چون محصل پانتون بود، او شاگرد استاد بود و ما را که برد بر دیدن از اونا رفتیم، باز استاد ما را جذب کرد و اونجا ماندیم شاگرد. و برادرم رفت عسکری و دوام نتونست داده، محصلین اکثر محصلین پانتون دوام داده نتونستن و بعد از هر کدام یا برآمدن یا و فامیل داریم مصروف شدن، ما چون وقت متعلم یا دوام ما زیادتر شد و تشویق فامیل همیشه بر ما تشویق میکردن بر ورزش و ما فوتبال اصل فوتبال میکردم پیش استاد اختری بزرگ خداوند مغفرت کنه، بوکسینگ میکردم و این ورزش ها رو دوام میدم. وقتی تکواندو آمد و یک ورزش نو بود و در آن عصر می فیلم های بروسلی تازه برآمده بود و شهرت فیلم های بروسلی و حرکت ها ازی برای مردم بسیار زود مردم جذب میکرد و ما هم چون جوان بودم نوجوان و علاقه مندی به این ورزش همان قدر علاقه پیدا کردم که دیگه تا به امروز کنسیش هستیم. خوب بیادم هست در سینما ها اجده ها وارد می شود، پنجه های خونین، استاد بزرگ و این همی اصل بود که تکواندو در بارستان و اون خاطر علاقمندان زیادی برای ورزش رزمی تکواندو پیدا شده. خب در اون زمان که شما تکواندو را از او شخصیت بزرگ گرفتین و کارم کردین، چی احساس میکردین؟ آیا فکر میکردین که به این فعلا در این زمان اوجش برسین؟ در اوجش برسین؟ در زمان در وقتی که فعلا قرار دارین تو فکر میکردین؟ من فکر میکردم اگر شرایط ناگواری که سر همگی ما پیش آمد، من فکر میکردم اگر در داخل کشور میبودم شایدم با می علاقه مندی که امروز هستم، با می علاقه مندی میبودم، من فکر میکردم شاید زیادتر جام پیش میره. دقیقاً بله. به خاطر از اینکه ما آرزوی ما همیشه بر ورزش بوده که یکی بر ورزش و یکی بر کشور خدمت کنم. و حداقل بتونم مو ورزش هم چی که ورزشی را که ما شکل رایگان اگه از استاد بسیار با یک علاقه خاصی از یک کشور خارجی میای و با ما یاد میده، ما چطور نتونم با یک هموطن خود بزنم، با کسی که علاقه مند است. و تاثیرات منفی رژیم و سیستم ما همه گیرا گریزان ساخت از کشور و یک سکتگی در ورزش آمد، همین سیستم های دولتی که آمد خود در تمام نه تنها در سیستم ورزش در افغانستان، بسیار مسائل فامیلا و کاری و تحصیلی و همه یک سکتگی آمد.
اما بسیار سخت آرزو داشتم و امو سالی که من از افغانستان برآمدم در سال 83 باور کنیم من برای یک هفته گیریم میکردم به خاطر از اینکه تمام تحصیلات خود خلاص کردم در پانتون درس میدادم استاد پانتون بودم ورزش به بسیار علاقمندی خواست جوانا کار میکردن بسیار علاقه داشتم که من ورزش به شکل شاید باید استش کار کنم نه تنها من دیگه استادام هم چنان من تو شرایط یک سکتگی در بین آمد اما امروز فضل خدا مو استادایی که از یاد گرفتن از ما یا شاگردایی که ما تربیت کردیم در میان شاگردای ما بسیار فعال هستند که لپای بسیار خوبی در افغانستان دارن ببینیم آثار است که ما گذاشیم اگر می‌بینیم شاید بیشتر از این میشد و یا شاید هم نمیشد خداوند خودش بهتر می‌داند اما آرزویی بود پیشرفت تکواندو در افغانستان حالی که می‌بینم و چند باری که در افغانستان به سفر کردم بسیار خوب است و بسیار عالی می‌درخشد خب وقتی که شما از افغانستان سفر کردین برای بار اول افغانستان چه وقت شما پس دوباره دعوت کردن؟ ما در 2013 رئیس المپیک افغانستان از من رسما دعوت کردن به خاطر که می دانستن که بنیان کلاب رسمی اولین کلاب در افغانستان کی گذاشته و می امیدن که من دست اومده کانادا هستم و خواستن که ما بیایم ببینم ثمره کار ما مثل یک باغوانی بودیم که یک نال شاندیم خواب دادیم یک نیمچه نال شد و برآمدیم حالی که میریم دیدیم و این نال دیدیم که درخت شده و درخت ها شده میوه ها شده و پیوند ها شده از این تکواندو ورزش های رزمی رنگ و رنگ در پولیش آمده و فدراسیون های خود جور کردن و واقعا سفری خوبی بود و استقبال بسیار خوبی کردن ما با وقتی که در میدان هوایی افغانستان پایین شدم ما هیچ امتی یک چیز را مجسم در فکر خود کردن نمیتونستم که ما کسایی را که هیچ نمیشناسم مثلا 30 سال بعد رفته بودم ما از میدان هوایی تا ریاست المپیک یک رقم استقبال شدم که اگر ما بگویم ما در خوابم نمیدیدم و در بیداری هم نمیدیدم صرف به خاطر می که ما یک بنیاد ورزشی گذاشته بودم و خودم برآمده بودم و این نهال که گفتم نهال شده بودم این نهال واقعا یک نهال بسیار مثمر در افغانستان شده و میوه های رنگ و رنگ شیرین و خوشمزه میده و امروز که من میبینم واقعا رئیس المپیک آن زمان بسیار استقبال خوبی کرد یک مدال افتخاری بسیار خوبی بر ما دادن که افتخار بخشیدن و امو 15 روزی که ما در اونجا بودم تمام کلاب های افغانستان را گشتم و جوان ها را دیدم و پیشرفت شان دیدم و تشویق شان هنمی سفر ما بسیار یک سفری خوبی بود که ما پس کنکت شدیم یک پل شد بین ما که ارتباط ما بین کانادا و افغانستان یک پل پس گذاشتن ارتباط و مدیون و ممنون رئیس المپیک آن زمان هستم که واقعا خدمات شایانه کردن در قسمت سفر ما در قسمت کار ما در قسمت پروگرامایی که ما داون دادم و باز از ما خواهش کردن که شما که افغانستان پس کانادا میرین چی در نظر دارین ما که کندو میکردم در کانادا هم زمانم که رفتم یک نهاد رنج بنیان گذاشتم که ارتباط ما را با افغانستان وصل کنه فدراسیون ورزشی افغانا در کانادا باز ما اکتفا تنها با تکواندو نکردم تکواندو رشته ما بود برای خاطر که ورزشی گفتم فدراسیون در یه فوتبال هم گنجاندم والیبال هم گنجاندم تکواندو هم و بسکتبال هم که فضل خدا از 2013 تا به حال بسیار درخششی خوبی در این تیمای کانادا ما میبینم مثلا ما برای یوت و نوجوانان و عدال تکواندو داریم و 4 تیم فوتبال داریم که بسیار خوب با تمام تورنمنت های در کانادا سفر میکنن و میرنگ و رقابت های خوبی سالمه و تیم والیبال داریم که کپ قهرمانی تورنتو رو چند سال پیش بده ساوردن و بسکتبال داریم تورنمنت های بسیار وسیع میگیریم و در شارهای کانادا و امریکا سفر میکنن و تیم های بسیار موفقه که جوانان و واقعا جوانان افغان و افغان ما بسیار با استعداد هستن واقعا ما که میبینم از امو اکسپیدین خود و من میبینم در هر رشته که میبینم ماقدر خوب میدرخشن ماشاءالله استعدادهای افغان ما در هر سطح بسیار نام خدا بسیار خوب میدرخشن و این خود باعث شد که در 2017 فدراسیون ورزشی افغان ها در کانادا مرا با یک نماینده تعیین کردن و ما از 2013 تا 2017 آنقدر درخشیدیم که فدراسیون با مازینه و مصارف خود مرا در افغانستان روان کرد اولا رفتم اروپا از اروپا نشستی با فدراسیون اروپا داشتم که با اونا صحبت کنیم که فدراسیون ما چی کمی کاسی های داره شما با هم افهام تفیه میکردیم و فیصله بایشت که باید ما برم افغانستان ما رفتیم افغانستان بر رئیس المپیک فعلا هم رئیس المپیک با اینا نشستی داشتیم
و با فدراسیون‌های مختلف ورزشی ده. و هدف چی بود که چرا رفتیم و فدراسیون چی میخواست؟ هدفی بود که ما جوان‌ها را که ما دیدم مال رشدشون در اینجا اونقدر عالی است که ما بتونیم همینا را برای کشور خود پس برگردانیم. چنانچه سالهای قبل شما تیم فوتبال دیدین که از امریکا و اروپا پلیرهای بسیار خوبی رفتن و تیم فوتبال ما در آسیا اول شد و بسیار موفقیت های رفت و بسکتبال ما همچنان ده. ما رفتم که با ریاست المپیک فعلا که رئیسشون نام است صحبت کردم که اگر شما ما یک تیمی در کانادا بسازیم و یک تیمم در اروپا و یک تیمم در آمریکا که اینا همی فدراسیون هایی که هستن ما تیم به حساب نشنال تیم یا تیم ملی مثلا افغان ها در کانادا ما یک تیم داشته باشیم بله. و این تیم جوانان خوبی را مثلا این جوانان بفهمن که غیر از این محدودیتشان نیست محدود نیستن یا میتونن پیشتر رشد کنن بله. و در تیم کشور خود ملی کشور خود میتونن برن مسابقات اشتراک کنن بله. و با رئیس های به المپیک هم نشست کردیم با فدراسیون هم امیدواری زیاد با ما ندادن رئیس های المپیک فعلی. آیا زمینه جوانای ما از افغانستان است که بیاین کانادا مثلا در این عرصه اشتراک کنند؟ ما تلاش زیاد کردیم در مرتباطم چند تورنمنت های تکواندو رو من دایر کردم که دعوت کردم از جوانای بسیار نخبه که در حتی در مدال های آسیایی و اروپایی دارن و المپیک از اینا دعوت کردن که در تورنمنت های ما بیان حساب بگیرن دعوت نامه رسمی از طرف فدراسیون افغان های کانادا فرستادم بدبختانه با شما مال سیستم ویزا و آمدن و یک تعداد افغان های ما این کشور ها میتازن بیان پس نمیرن و مشکلاتی هست اینی کار ما را رد کردن همه امکانات هست که ما جوان های هنج ما برن در تیمای ملی کشور ما حساب بگیرن مثلا ما مسابقات به طور مثال مسابقات داریم یک مسابقه در امریکا مسابقه تیم المپیک یا تیم ملی افغانستان ویزا نمیتونه کم بکاره درست است اینا مثلا اروپا و کانادا و امریکا اینا سه فدراسیون خود دارن یک تیم بسیار خوبه که مثلا روان کردن دمو اشتراک کردن اینا پاسپورت های کانادایی دارن پاسپورت های امریکایی دارن یعنی ضرورت به ویزا یا ندارن و امریکا هم سر از تشویش ندارن میخواین پس میبرن و با ازینه خود می فدراسیون ما یعنی می ازینه را ما قبول کردم که فدراسیون ما قدر حال دار بتونه یک تیم اسپانسر کنه ببره در کشورها بار مسابقات و بدبختانه رئیس المپیک آقای حفیظ رحیمی به ما پیشنهادشان این بود که شما چرا تیما را نمیارین که در اینجا بیاین مسابقات بکنن و ما از سیما انتخاب ما گفتم آقای رحیمی ما به طور مثال ما یک فوتبال چهار تیم دارم ده. از این چهار تیم مثلا 100 نفر ما 100 نفر بیارم در افغانستان. اینا همه محصل هستن کار میکنن اینجا مشکلاتی در اینجا هم دارن هزینه میخواد و شما یک یا دو نفر یا پنج نفر انتخاب باید از چی میشه یا 98 نفر دیگه چی میشه و با شما بسیار آسان است من یک پیشنهاد دیگه کردم گفتم با شما بسیار آسان است که دو نفر نماینده با صلاحیت در فدراسیون هایی که میفهمی صلاحیت داره و نالج و یا ملیت مورد داره که یک تیم انتخاب کنه شما با ما در کانادا معرفی کنیم با مصارف ما شما تیکت هاشون بگیرین ویزا ما دعوت نامه روان میکنیم در همین بود و باشون ما اسپانسر میکنیم اینا بیاین در اشتراک ما تیم ها رو انتخاب کنیم ما مسابقات دایر میکنیم مسابقات دایر میکنیم تیم فوتبال یا والیبال یا بسکتبال تعیین کنند بگویند که این احمد محمود یا اینی لیاقت داره در تیم میتونه چون انتخاب کنن باز ما که با این تیم چی میکنیم چه کامادگی میگیریم چقدر با اینا رسیدگی میکنیم کاراشون این مربوط فدراسیون ورزشی کانادا میشه بله. که بدبختانه تا به حال همی کارم نکردن آقای رحیمی یک سفر شخصی در کانادا داشتن آمدن من خبر شدم میخواستم با ایشون روبرو بشینم صحبت کنم اما یک بخش دوستای هستن که با ورزش هم زیاد دسترسی ندارن بله. اما با حساب چی خود به خاطر هم یک ارگان را من نمیفهم رسمی ساختن یا نساختن چند سبای شروع کردن و کارهای ورزشی در عملی چیز ندارن اکثرا هم تقدیر از ورزشکارهایی که قبلا بوده و یا جوانا کردن بله. که ممنونشان اما در قسمت کارهایی که فعلا یعنی عملی است معلومات زیاد ندارن و دسترسی ندارن تیم ندارن تورنمنت ها ندارن با ورزشکارها سر کار ندارن بله. اینا امو رئیس از میدان ورداشتن بردن خانیشان و پس یک برنامه در اگال گرفتن توفا برشان دادن و ما چون سوال کردم سفر رسمی نبود
ما اشتراک نکردم به خاطر که از وقتی من میخوایم با یک کسی میشینم میخوایم که او به ما یک وعده بده یک قول بده کاری بکنه. سفرشون رسمی نبود و دعوتشون هم رسمی نبود. ما با آقای رحیمی روبرو با سفرشون نشدم به خاطر که بازم گفتار ما مثل 2017 تا به حال بی نتیجه میمون و الفلازا نخواستم که اون وقت اونا رو ضایع کنم واسه خودم.